من از سال 1353 در دانشگاه هنر تدریس رشته سینما رو آغاز کردم. اون زمان بیشتر دروسی رو که من تدریس می‌کردم فناوری یا تکنولوژی سینما بود که شامل لابراتوار و شامل دوربین‌های سینمایی بودن. لابراتوار یکی از رشته‌هایی بود که حقیقتاً کسی نمی‌تونست اون رو تدریس کنه و من لابراتوار رو به صورت علمی از امریکایی‌ها و فرانسوی‌ها یاد گرفته بودم. عاشق این رشته بودم و با اسلاید تخصصی می‌رفتم سر کلاس که همه یادشون میاد و میگن عالمی توی یه دونه کیف یه دستگاه نمایش اسلاید می‌آورد و توی همونجا خشاب‌های اسلاید بود و تون و تون اینا نمایش می‌دادم. می‌رفتیم جلو برای اینکه لابراتوار در حقیقت پایه بود برای فیلمبرداری و لابراتوار پایه بود برای بقیه شاخه‌های فنی و تخصصی سینما، تا اینکه بعد از بهمن 57 وقتی در دانشگاه‌های گوناگون هنر فوق لیسانس سینما تأسیس شد، پرویز جاهد مثلا دانشجوی اون دوره بود که ما جامعه شناسی سینما رو بهشون درس می‌دادیم، یه فیلمو پخش می‌کردیم، دانشجوها با کشف و شهود و تکاپوی ذهنی پیدا می‌کردن، می‌اومدن کنفرانس می‌دادن و حرف می‌زدن. راجب کارگردانی من دوره خیلی افتخارآمیزی رو سپری کردم. راجب فیلمبرداری پیشرفته بهش می‌گفتن فیلمبرداری 5 این کارو کردم. همینجور به وزارت علوم رفتم پیش دکتر ندیمی معاون وزیر علوم، به ایشون پیشنهاد کردم که در ایران ما دانشجوی رشته عکاسی بگیریم که تو کنکور فوراً گنجانده شد و گفتن حالا بیا طرح درس دوره لیسانس و فوق لیسانس رو بنویس. من و مسعود معصومی رفتیم و طرح درس رو نوشتیم و دانشجو گرفتن و امروز تمام دانشجویان اون دوره که سال 60 61 62 بود و من جانانه باشون همکاری می‌کردم فارغ التحصیل شدن، به درجه عالی رسیدن، لیسانس و فوق لیسانسشون رو گرفتن، دکترای عکاسیشون رو گرفتن، الان استادان مسلم دانشکده‌های عکاسی در ایران هستند. من در تمام دانشکده‌های هنر ایران در این 43 سال تدریس کردم. در دانشکده هنر اصفهان، دانشکده هنر دانشگاه تهران، دانشکده هنر سینما تئاتر تهران، در دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی، در تمام دانشکده‌هایی که واژه هنر بهش متصل یا مستقلا نامیده میشه هنر من تدریس کردم. در دانشکده صدا و سیما که الان شده دانشگاه صدا و سیما 10 سال درس دادم و بعد حتی معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما شخصا از من دعوت کرد که شما بیاین و فن بیان رو به کسانی که استعداد گویندگی دارند و قبول شدن توی مرحله اول به اون مجریان برنامه‌های خبر آموزش بدید. و من همیشه با خودم میگفتم خدایا چه افتخاری، چه تاجی بالاتر از این که اینا گذاشتن رو سر من که من برم اونجا فن بیان درس بدم. الان چه کدوم دانشگاه درس میدی؟ دانشگاه تربیت مدرس. چی درس میدی؟ سینما و زبان انگلیسی تخصصی. تروکاژ بزرگ خود سینماست، برای اینکه اصلا حرکتی درش وجود نداره، بلکه توهمی از حرکت رو به کمک سینگل فریم یا فریم بای فریم، یعنی همون هنر انیمیشن، یعنی تک فریم، میتونه به تماشاگر کاملا القا بکنه و باورپذیری اتفاق بیفته. سال 1355 دکتر نورالدین زرین کلک به من گفت که ما یه دوره فوق لیسانس در مرکز تجربیات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو انداختیم
میخوایم فوق دیپلم انیمیشن بدیم. تو اون دوره رسول نصر آزادانی که الان در امریکا داره نقاشی میکنه، عبدالله علی مراد که استاد مسلم انیمیشن عروسکیه در ایران و نظیر نداره، و شادروان و جولای فرد مقدم دانشجوهای اون دوره بودن، محمد علی بنی اسدی هم که الان یکی از بهترین طراحان کاریکاتور و گرافیک در ایران دانشجو اون دوره بودن، آخر 56 اول 57 دانشگاه فارابی سابق که بالای سینما شرق 3 بود روبروی قنادی ویول، اونجا 4 تا دانشکده گوناگون تأسیس شده بود، یکیش فوق لیسانس انیمیشن بود که به همت دکتر نورالدین زرین‌کلک بود. در اونجا عربانی درس میداد، در اونجا مرد بزرگی مثل مرتضی ممیز درس میداد، خود آقای زرین‌کلک درس میداد و من هم افتخار تدریس داشتم، ولی بعداً با انقلاب فرهنگی اونجا به طور کلی تعطیل شد. بعضی از اون دانشجو اومدن به دانشگاه هنر، از جمله خانم مهین جواهریان، از جمله چند نفر دیگه که اومدن و فارغ التحصیل شدن مثل خانم ناهید شمس دوست. اینا همه شاید اولای رشته نقاشی بودن که در سال 56 امتحان ورودی داده بودن و اومدن. بعد از انقلاب من به وزارت علوم رفتم و میخوام بگم در این دوره، یعنی توی سالهای 60 و 61 تا 64 من از یک اسم معتبری برخوردار بودم و یه وجهی داشتم که پیشنهادات من رو وزارت علوم میپذیرفت. فوق لیسانس انیمیشن رو ما پیشنهاد دادیم، در دو تا دانشگاه فوق لیسانس انیمیشن دانشجو گرفت، یکی دانشگاه تربیت مدرس بود در سال 1364 و یکی هم دانشگاه هنر بود. ناهید شمس دوست و خانم مهین جواهریان اومدن واحداشون رو از دانشگاه فارابی منحل شده منتقل کردن اونجا، از پایان‌نامه‌شون دفاع کردن و خودشون شدن استاد همون دانشگاه ها. یه نکته دیگه که بگم و باید واقعا بگم این موضوع رو، من 14 سال مدیر گروه انیمیشن دانشگاه تربیت مدرس بودم و میخوام بگم نور چشم ریاست کل دانشگاه، و تو گروه های تخصصی دائما نظر منو میپذیرفتن، ولی دو بار نظر من رد شد. یه موقع بود که برای رشته سینما و برای رشته انیمیشن پیشنهاد کردم هوشنگ گلشیری بیاد و به ما ادبیات نمایشی درس بده به دانشجوهای ما، چون خودم هم خجالت می‌کشیدم که هر درسی رو باید درس می‌دادیم یه دفعه میمدن میگفتن، مدیر آموزش میگفت که ما معلم نداریم. گفتم خب این مضحکه که من برم درس بدم، مثلا درس صدا، درس چی هم اسمش اگه بیارم حوصله‌تون سر میره. در مورد ادبیات نمایشی گفتم که بهترین کسی که میتونه بیاد خود هوشنگ گلشیریه. گفتن نه. یه دفعه گفتم چرا رو به من بگین تا من بفهمم که چرا هوشنگ گلشیری نمیتونه بیاد. گفتن لیسانس داره. گفتم عجب. دو سه سال بعد گفتم آقای محمود دولت آبادی بیاد. گفتن او هم لیسانس داره، نمیشه. گفتم مثلا اومبرتو اکو چی داره مگه؟ اونم دکترای افتخاری داره. من تمام این حرف رو با دل پرخون به این دلیل میزنم که دانشجوهایی که فرستادیم به لندن به کشورهای دیگه اومدن گفتن استادای ما دکترا ندارن. حتی بعضیشون گفتن که استادای ما در دانشگاه‌های معتبر دنیا که بخواین اسمای اونا رو براتون ردیف میکنم، گفتن که اینا دیپلم داره. مثلا یکی از اینا که استاد تراز اول ما بود دستیار اسپیلبرگ بوده. بعضیاشون فقط لیسانس دارن. بنابراین در رشته هنر فرق میکنه با ترمیم مردمک چشم، با پیوند قلب که باید فوق تخصص دکترای چی و چی داشته باشه تا اجازه داشته باشه بره توی دانشکده پزشکی تدریس کنه. من آرزوی یک روزی رو دارم که در وزارت علوم این تصویب بشه، به تصویب مجلس هم برسه، خوبم اجرا بکنن، نه اینکه خاله خانباجی رو بردارن بیارن اونجا. یک آدمایی که هم قد و قواره هوشنگ گلشیریه اونا رو صدا کنن بگن بیا شما ادبیات نمایشی تدریس کن. اون موقع من احساس میکنم که دانشگاه‌های ما یک تحول حیرت‌آوری پیدا میکنه. اما الان شرطش این است که باید حتما درجه دکترا داشته باشن، وگرنه اجازه ورود به رشته‌های پست گریجوییت یا تحصیلات تکمیلی رو ندارن. و همین دلیل بود که وزارت علوم
به من یک درجه افتخاری داد و بلافاصله هم زیرش نوشتن دانشیار پایه 3. از اون روز به این طرف هم دیگه من نرفتم دنبالش که پایه خود من رو ارتقا بدم. چلو 3 سال تدریس کردم تا به امروز، یک نفس تدریس کردم و هر جلسه‌ای که از کلاس می اومدم بیرون ظاهراً به نظر می رسید که خسته شدم، اما پرواز می کردم از شادی، برای اینکه حس می کردم دارم بچه ها شکل می گیرن. و از توی کلاس ها کسانی اومدن بیرون که من حق ندارم بگم کیا بودن، چون اون وقت اینطوری تلقی می شه که من ارباب بودم و اونا رعیت، ولی خودشون روی صفحه تلویزیون اومدن گفتن که ما از شاگردان کلاس هایی بودیم که عالمی در دانشگاه هنر یا در دانشگاه تربیت مدرس یا در دانشگاه تهران داشت. این 3 تا دانشگاه رو من توشون کار میکردم، در دانشگاه تهران 12 سال، در دانشگاه هنر از سال 53 تا 33 سال درس دادم و در دانشگاه تربیت مدرس از بد و تأسیسش، روزی که آجر رو آجر میذاشتن، بودم تا الان که به درجه دانشیاری پایه 3 رسیدم. هنوز هم تدریس میکنه؟ فقط پایان نامه ها رو دفاع میکنم دیگه، تدریس کمر شکنه برای 3 سال.